درود و سلام انقلابی به همه رفقا، به همه شهدا، به سرک آپو. من مها مرعی از لبنان هستم، در لبنان متولد شدم و علوم سیاسی درس خوندم، ماجستیر علوم سیاسی دارم. وقتی که تو سوریه شورش شد و اینجا در روجاوا دیدم تو اینترنت دیدم که تو این منطقه چیزی هست که ما از اون خبر نداریم، و از وقتی که کوبانی، وقتی داعش به کوبانی حمله کرد، یکی از دوستام از لبنان اومد اینجا، رفت کوبانی و شهید شد. از اون موقع من دیگه خبری از این دوستم پیدا نکردم. دیدم این خانمهایی که اینجا هستن همه سلاح دست گرفتن و کتفا کتف این رفقا در جبهه ها دارن جنگ میکنن. واسه هم سوال شد که اینا چه زنایی هستن، اینا چی هستن، چطور دارن اینا مثلا با داعشی که مثلا سوریه نتونست با اینا درگیر بشه، یا خود مثلا تو عراق، مثلا تو موصل ارتش عراق فرار کرد، ولی اینا زنا اسلحه برداشتن و اینا دارن با اینا جنگ کنن. اینا آدم های طبیعی نیستن. من میخوام برم اونجا ببینم اینا چی هم. بعد از طریق اینترنت شروع کردم به بحث کردن، دیدم که مثلا اینا یک رهبر دارن، رهبرشون مثلا این آقای عبدالله اوجلانه. بعضی از کتاباشو مثلا خوندم، دیدم این فکرش، حتی فکرش هم فکری نیست که مثلا عادی نیست. من میخوام برم ببینم اینا چیه. تو خود لبنان درسته مثلا ما اونجا دموکراسی داریم، ولی باز تو زندگی خودم چیزی رو کم میدونستم. مثلا دموکراسی رو، مثلا دموکراسی زن رو به این نمیدونستم که مثلا من میتونم مثلا هر جا دلم بخواد برم مسافرت بکنم یا هر چیز که بخوام بپوشم. چیزی کم داشتم، احساس میکردم چیزی من کم دارم. تصمیم گرفتم
عروان که بیام اینجا. عروان من در کد وراه کن اکبر کیو بدا هلا نسهلا تا عربو كيفك؟ مرحبا. مرحبا. وقتی که اومدم اینجا این دیدم زندگی اینا خیلی با زندگی ما فرق داره. مثلا اینا همه دور هم میشینن، اینا همه توی پشخاب غذا میخورن. چیزی که ما بیرون داریم اینا ندارن. خیلی روح پاک، روح صاف، روح رفاقت، روح شورشگری واقعی. تمام این مشکلاتی که ما تو مجتمع داریم، مشکلاتی که بیرون داریم، اینا ندارن اصلا. اینا به یه مرحله رسیدن که هیچ کس بیرون نمیتونه به این مراحل برسه. همش واسم علامت سوال بود که اینا چطور اینطوری با هم زندگی میکنن، چطور اینا از مادیت اینطور جدا شدن که انقدر میتونن به این زیبایی، به این لطافت، به این جمال زندگی بکنن. احساس میکنم که من یه بار دیگه اینجا متولد شدم و الان من 5 ماه اینجا، من الان عمر من 5 ماهه و اینو با تمام وجودم اینو میگم، با تمام کیانم میگم، با تمام صدق میگم که تمام اون رفاهیتی که من داشتم، تمام مثلا ماشین، خونه، نه یک خونه، چندین خانه، تمام اروپا رو رفتم، تمام اروپا رو رفتم گشتم، تمام آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، تمام اینها رو رفتم گشتم، ولی اصلا راحتی که اینجا دارم اونجا من پیدا نکردم. تمام هر چیز که به نظرت بیاد از نظر رفاهی من داشتم، یعنی هیچ کم و کاستی نداشتم، ولی یه چیز رو کم داشتم که احساس میکردم اینها آزادی نیستن، آزادی که من میخوام نیستن. لبنان میدونید الان ما 20 سال ما جنگ داخلی داشتیم تو خود لبنان و اسرائیل هر 10 سالی هم به ما هجوم میکنه. یعنی از نظر جنگ و اینا ما سرزمینمون سرزمین جنگیه همیشه، ولی اونجا با اینجا فرق داره. مثلا من اونجا جنگ میکردم، اسلحه بلند میکردم، چون دشمنم اسرائیل بود. اصلا از نظر ایدولوژی فکر نمیکردم این دشمنه، باید ما اینو از زمینمون بیرون بکنیم. ولی اینجا فرق میکنه. من حتی تو خود لبنانم احساس میکردم چیزی کم دارم، دنبال اون چیزی کم میگشتم، نمیدونستم اون چیه. زمانی که اومدم اینجا اون چیزی که گم کرده جاشو پیدا کردم، ولی اون چیزی که گم شده رو هنوز من پیدا نکردم. من از طریق آموزش و از طریق کم کم از نظر ایدئولوژی دارم خودم رو مهیا میکنم که یه انسان آزاده بشم، یه انسان مبارز بشم. از نظر مثلا میگه اینجا نگهبانی، آره زمانی که میام میستم اینجا مثلا نگهبانی میدم، به قبلنم فکر میکنم که مثلا من چطور بودم و الان حتی فکرم هم عوض شده، طریقه فکر کردنم هم عوض شده. اینجا به خیلی چیزایی که اونجا فکر نمی کردم من اینجا فکر می کنم. اینجا من فقط به خودم فکر نمی کنم، اینجا به همه فکر می کنم، به همه انسان ها. اینجا انسان، من نمیتونم فقط به خودم فکر بکنم. من اگر انسان مبارزی ام، اگر انسان شورشگری ام، باید به تمام انسانیت فکر بکنم. اگر یک انسان گرسنه است، من هم گرسنم. اگر ناخوشه، منم ناخوشم. اگر چه میدونم ظلم برش ممارسه میشه، من نمیتونم راحت بخورم و بخوابم یا اینکه
اصلا ما اینجا اومدیم که تمام انسانیت رو آزاد بکنیم از ظلم و جور و غم و ستم و از همه چیز. نه نه تا خلی خلی عاد میشتوانه و یا از لحاظ آموزش مثلا خود لبنان من دیدم آموزش که تو خود مدارس تو کتاب هایی که هست تاریخ تاریخ درستی نیست، تاریخ صحیحی نیست. هر دولتی تاریخ رو بر اساس مصالح خودش گذاشته، مثلا چیزایی که برای مصلحتش میذاره، چیزایی که بر اساس مصلحتش نیست از کتاب ها از مناهج مدارس بر میداره. این خوشمزه تره، این چای شورشگریه، این چاییه که خونه میخوردیم چای عادیه، این چای بوی شورش میده، بوی دم شورشگری میده، دم صمیمیت میده، دم اخلاق میده، دم انسانیت میده. الان وقت چاییه، بعد از الان یه استراحت چای داریم، این چای واسه دوستان درست میکنیم، بیرون میل میکنیم. یعنی هدف من فقط رجاوا نیست، هدف من زنهای ایرانه، هدف من زنهای لبنانه، هدف من حتی اروپا، حتی آمریکا و تمام کره زمین به ماها نیاز دارن. حوالي زاغروس صب انت للرفاق واعطيهم محتوى. صب انت، صب واحد شاي وواحد مول. لا انت قال، هو قال لي خلي حوالي خباطي الصوت. بیشترین چیزی که منو کنجکاو کرد اومدم اینجا، مثلا اینا در عرض مثلا این چند سال کم چطور اینا تونستم با این سرعت و با این قوت، این مردمی که اینجا هستن، مثلا کرد و عرب مساویان، کرد و ایزدی، نمیدونم عرب و ایزدی، چه میدونم تمام قومیت ها اینجا متساویان از نظر عدالت، از نظر تنظیم، از نظر آزادگی. اینجا هیچ کس با هیچ کس فرق نداره. تو من رو تو اینجا که دیدم، مثلا اینجا حتی از عنصر پیر استفاده کردن، از عنصر زن استفاده کردن، از عنصر حتی بچه استفاده کردن، استفاده مفید. یعنی هر کس، هر انسان اینجا به نحوی داره کار میکنه، مثلا هر کسی اینجا داره کار خودش انجام میده. اینجا همه متساویان، اینجا همه مثل همن، هیچ کس با هیچ کس اختلاف نداره. و این چیز رو اگر بیرون از اینجا انجام بدن، تمام مردم میتونن خیلی خوب راحت زندگی بکنن و در اصل همه جای این کره زمین میشه بهشت. کرام کرام كلنا درسنا يا كنت عم تاخذوا درس الاستخبارات من الصبح، كنا عم نحكي، هلا بدنا واحد من الرفاق يقوم يحكي يشرح لنا شو حكينا. هوال اول شيء حكينا عن الاستخبارات. شو هي الاستخبارات؟ هي الاستخبارات معلومه، هي جمع المعلومات. بيكون زمانی که من اومدم اینجا تمام چیزها، تمام تاریخی که خونده بودم، تمام این تاریخ خاورمیانه، همش متضاد بود با چیزی که من بردم، یعنی چیزی درس که خوندم. رشته تحصیلیم علوم سیاسی بود، احساس کردم که مثلا اصلا چیزی درس نخوندم. از لحاظ تاریخ خیلی ما بیرون مشکل داریم. استخبارات الدولة مثلا بتعتمد بعملها على كل شيء، ما في عندها قوانين تمنعها، ما في شيء اسمه حقوق انسان، منظمات حقوق انسان
يعني لتحقيق مصالحها بتستخدم كل شيء لحتى تحقق مصالحها انه تكون خارج حدود دولتها. نعم. طيب هالحركة هي يعني الجانب الإنساني هو المنع من القيام بهالشغلات هي؟ 100%. أن إحنا هذه الحركة حركة أخلاقية. مثلا أخذنا إحنا بالدرس أنه زماني كمان أمدام إنجا من با خيلي الزنهاي مبارز آشنا شدم. یکی از این زنها حوال سکینه جانسیزه که خیلی به من تأثیر گذاشت. این مبارز الگویی از زن مبارز آزاده از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اراده، یک حوال سکینه جانسیز یه الگوی زن کاملیه. این رفیق، این مبارز خیلی خیلی زیاد به من تأثیر گذاشته و یکی از اهداف آینده من اینه که کمی نمیتونم بگم که من 100% میخوام مثلش بشم، نمیتونم شاید مثلش بشم، ولی سعی میکنم در آینده بر اساس خطی که این رفیق، این حوال گام برداشت، من هم گام بردارم. أيدي الاستخبارات الدول اللي موجودة هون. طيب هلا في دول ما صار فيها أي شيء من اسمه الربيع العربي ولا دولار للبنك الدولي. هلا سوريا مدمرة، شعبها مهجر، نص الشعب صار برات سوريا، نص الشعب صار بالمخيمات اللاجئين. صار فيها شيء ما عدا البحرين اللي كمان هو قصة البحرين، يعني قصة شيعة وسنة يعني مش لصالح الدول. اگه بخوایم زن رو تعریف بکنیم، رهبر اوجلان میگن که این زن کل زن رو تشبیه به کل کهکشان کردن. به خاطر اینه که زن اینجا به آزادیش میرسه، چون این فکر اوجلانی، فکر رهبر اوجلان این هست. اینجا زن میبینیم که خیلی زن، اصلا فرق میکنه زن اینجا با زن بیرون، بسیار فرق داره، اصلا از نظر فکری، از همه لحاظ با زن، با تمام زنها فرق میکنه. زن اینجا زن فکریه، زنی که بیشتر به فکرش مشغوله، نه به ظاهرش، به جوهرش، به اصالتش اینجا بیشتر فکر میکنه تا به ظاهرش. و این یکی از اسبابیه که اینجا زن به آزادگیش رسیده. مثلا تو مجتمع میگن المرأة نصف المجتمع، ولی رهبر اوجلان میگه نه، المرأة كل الكون. زن رو تشبیه به کهکشان کرده و ما میبینیم که مثلا اگر تو خود کشورها این فکر رو، این ایدولوژی رو سرش کار بکنن، زن به آزادگیش میرسه، مجتمع آزاد میشه، مجتمع دموکراسی میشه و این همه مشکلاتی که ما الان داریم رو نخواهیم داشت بیرون از اینجا. و حتی خاورمیانه بیشترین مشکلاتش اینه که زن آزاد نشده. زن آزاده ما نداریم تو خاور میانه. دل من زاگروسه دیگرم سر سپان از بومه تیر باز بفرم سر والات گر از شهید ببم وای که تو سر فراز بدو من را تو نگری. این فکر رهبر اوجلان همه انسان ها بهش نیاز دارن، همه مجموعه بشری به این فکر نیاز دارن، چون خلاص انسان به این فکر، انسانیت به این فکر. چرا مثلا رهبر، هیچ کس شاید بیرون نمیدونه چرا مثلا رهبر اوجلان الان تو زندانه، چرا این رهبر تو جزیره است. به خاطر اینکه تمام این ابرقدرت ها از فکر رهبر اوجلان میترسن، چون این فکر رهبر اوجلان فکر جهانیه. تمام ملت ها اگر با این فکر آشنا بشن، اینها 100% بر علیه نظام حکومتاشون، چه میدونم دولتاشون، اینا شورش میکنن.
چون الان زندگی که بیرون هست تو این دولت ها هست زندگی نیست. اینا اصلا زندگی نمی کنن. ما بیرون فکر می کردیم که زنده هستیم ولی ما زنده نیستیم. ما اصلا معنا و مفهوم انسانیت رو گم کردیم و با این فکر عجلانی ما میتونیم این رو پیدا بکنیم. تو خود ایران مثلا، ایران من رفتم، خیلی زنا اونجا مشکل داره. مثلا اونجا حجاب اجباریه، مثلا این بعد میگن مثلا اونجا دموکراسی، تو ایران خیلی دموکراسی هست. نه اصلا تو ایران دموکراسی من ندیدم. یعنی مثلا اونجا حتی زنا خیلی مشکل دارن، زنا مثلا نمیتونن خودشون رو نشون بدن. مثلا اونجا رئیس زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، نمیتونه چه میدونم رهبر بشه، اونجا زن نمیتونه فرمانده چیز بشه. تو ایران خیلی خیلی من یعنی حتی خود من که میرم ایران خیلی مشکل دارم، یعنی خیلی نمیتونم راحت زندگی بکنم، یعنی بیشتر از 10 روز نمیتونم من اونجا بمونم. یعنی خیلی قیود هست واسه زن. از زمانی که من اومدم اینجا خیلی تعجب کردم. مثلا زن اینجا زنیه که از نظر فکری، از نظر فیزیکی، از نظر اجتماعی، از نظر فرهنگی هیچ تفاوتی با مرد نداره. مثلا زن اینجا تو جبهه است، یعنی زن میتونه مثلا اسلحه بلند کنه، میتونه چه میدونم متساویه. اینجا زن با مرد متساویه از همه لحاظ، از هر لحاظی که ما بخوایم بگیم زن اینجا متساویه با مرد. و اینو اصلا ما حتی تو خود آمریکایی که آمریکاست اینو ما نداریم، نیست اصلا اینجا. نه اینجا زندگی، اینجا حتی پست ها مشترکه. یعنی اینجا نه زن پست بالاتری داره نه مرد پست بالاتر، اینا همه متساوی هن. یعنی مرکز قرار واسه دوتاست، یعنی دوتا با هم تصمیم میگیرن. اینو بیرون ما نداریم. حتی مثلا رئیس وزراء مثلا آلمان مرکله، ولی مرکل خودش نمیتونه تمام چه میدونم این تصمیمات رو بگیره. رئیس وزراء مثلا بریتانیا اونم مرتبطه به مجلس. من احساس میکنم زن اینجا آزاده، اینجا آزادگیه، اینجا انسانیته، اینجا فکره، اینجا انسان میتونه اصلا انسان باشه. لمين هاي؟ لبسها تياب كمان. نوائي 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 همه با وفاین تو گل بی وفایی. نوائي 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 همه با وفاین تو گل بی وفایی. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی. زبامی که برخواست تا مشکل نشیند، زبامی که برخواست و مشکل نشیند. شو آخرین پیامی که دارم اینه که زمانی که من قبل از اینکه من بیام اینجا چیزهایی رو من میشنیدم در مورد زندگی اینجا، چیزهایی رو دیدم سر اینترنت، ولی فکر نمی کردم به این بزرگی باشه، به این چیزی که من الان دیدم و
معایشه کردم، زندگی کردم. باور نکردنیه، یعنی چیزی که من الان اینجا فهمیدم، اینجا زندگی کردم، این موجود نیست بیرون، این تو دنیای بیرون نیست، این فقط تو انقلابیه که اینجا شده، تو این زمین شده. و من از همه زنان عرب، تک تک تمام زنان آزاده عرب، تمام زنان آزاده ایران درخواست میکنن که بیان بحث بکنن. آزادی اینجاست، آزادگی اینجاست، همه دست به دست به هم میدیم انسانیت رو به اون جایی که باید باشه، اون جایی که باید برسه، برسونیم با هم. و با مبارزه، با تلاش میتونیم آزادی رو به دست بیاریم. و آزادی درسته سخته، راهش راه سختیه، راه آسونی نیست، ولی ما میتونیم این رو به دست بیاریم اگر با این فکر عجلانی، با این فکر راه بریم یا گام برداریم، 100% به نتیجه آزادی میرسیم. و آزادی به راحتی به دست نمیاد، آزادی با مبارزه، با تلاش، با فداکاری، با تلاش و مبارزه به دست میاد. آزادی به راحتی به دست نمیاد. و انا بدي اطلب من كل النساء العربيات، خاصة النساء السوريات اللي عم بيمارسوا عليهم الضغط والاضطهاد وكل شيء بشع، بطلب من كل النساء العربيات بسوريا خاصة انه يلتحقوا بهيدي الثورة، يلتحقوا بهيدي الثورة اللي صايرة هون بروجافا. وبطلب كمان من كل النساء العربيات بشرق الأوسط كمان يلتحقوا بهيدي، انه الحياة هون، الحرية هون، والإنسانية هون مزروعة، وما فينا الحرية لا تحصل بالسهولة، الحرية بالتضحية، بالنضال فينا نمارسها وفينا نحصل عليها.